سلام دوستان، امروز میخوایم با هم نونخامه ای درست کنیم. مواد لازممون 200 گرم آرد، 4 عدد تخم مرغ، 1 لیوان آب، 1 چهارم قاشق چای خوری بیکینگ پود، 1 چهارم قاشق چای خوری وانیل، 1 قاشق غذاخوری شکر و 50 گرم کره ای که به دمای محیط رسیده باشه. اینا مواد خود نونخامه ایمون برای خامه توی نونخامه ایمون میتونیم از هر نوع خامه ای که درصد بالای چربی داره استفاده کنیم. بالای درصد چربیش بیشتر از 40% باید باشه تا خامه خوب فرم بگیره. من از خامه دوبل استفاده کردم، وزنش حدود 600 میلی لیتره. برای این مقدار 8 قاشق غذاخوری شکر و 1-2 قاشق غذاخوری گلاب کافیه و طرز فرمدهی این خامه هم حتما براتون ویدیوشو میذارم. در ابتدای کار قابلمتون رو روی حرارت میذارید، یه لیوان آب، شکر، کره رو اضافه میکنید تا زمانی که آب به حالت جوش در بیاد. وقتی که به این مرحله رسید که جوش خیلی ریزی زد آب، وقت اینه که آرد رو بهش اضافه کنید. آرد رو اضافه میکنید، هم میزنید، سعی کنید موقع هم زدن با پشت قاشق خمیرتون رو باز کنید که آب اضافه لای خمیر نمونده باشه و بعد بیکینگ پودر و 1 قاشق وانیلی که داشتیم رو اضافه میکنیم و هم میزنیم. وقتی که یه خمیر تقریبا 1 دستی وسط قابلمه داشتیم، این موقع است که دیگه خمیر حاضر و میتونیم بذاریم توی ظرف دیگه تا خنک بشه. الان که خمیرمون از دما افتاد و خنک شد، نوبت اینه که تخم مرغ رو اضافه کنیم. خمیرتون توی ظرف انتقال بدید که بتونید از همزن استفاده کنید. حالا تخم مرغ رو یک دونه اضافه میکنیم و همزن رو روشن میکنیم و هم میزنیم. اولش حالت گوله‌ای به خودش میگیره و بعد شکل صاف و 1 دستی. وقتی به این مرحله رسید که یک خمیر 1 دستی رو داشتید، دیگه این الان حاضره که بتونید توی قیف بریزید و ماسوره بزنید. فقط حواستون باشه قبل از اینکه تخم مرغ رو اضافه کنید، حتما فرتون رو روشن کنید، تو دمای 210 درجه سانتیگراد بذاریدش تا حسابی گرم شه که بعد نخامه ای رو بذاریم توی فر. خمیرتون رو توی قیف بریزید و از ماسوره شکوفه استفاده کنید. ته سینی فرمون رو من کاغذ روغنی پهن کردم و احتیاجی نیستش که دیگه روغن بذارید به زیر سینی و شروع کنید به شکوفه زدن. به فاصله 5 سانتی متر به هم این خمیرتون رو شکوفه بزنید، به خاطر اینکه این خمیر پف میکنه موقع پختن و اینطوری به هم نمیچسبه. اینم از خمیرمون که ماسوره زدیم و آماده است که بره توی فر. خب از قبل فر رو تو دمای 210 درجه سانتیگراد گرم کرده بودیم، توی همین دما به مدت 10 دقیقه میذاریم که نونامون بپزه و بعد از 10 دقیقه دمای فر رو میذاریم روی 180 درجه و به مدت 20 دقیقه میذاریم که دمای 180 باشه و بعد نونای ما آماده است. در ابتدای کار خامه رو به ظرف مورد نظرمون اضافه میکنیم و همچنین 1-2 قاشق. اگه طعم گلابو زیاد دوست ندارید 1 قاشق کافی هستش و همچنین 8 قاشق غذاخوری شکر دارم برای این مقدار خامه و بر حدود 1 قاشق چای خوری هم وانیل و همزنیتون رو روشن میکنید. به
هستم. به یک طرف همینطور هم میزنید تا اینکه خامه سفیر داشته باشید. از این خامه شما میتونید برای خامه کشی کیکتون هم استفاده کنید و همچنین دکور کیک. دوستان عزیز، وقتی به این مرحله رسید که خامتون سفت شده و از ظرف بر نمیگرده، این خامه الان آماده است. میتونید بذارید برای نیم ساعت به یخچال و بعد ازش استفاده کنید. اینم از نونای ما، بعد از اینکه از توی فر در آوردید حدود نیم ساعت بذارید تا خنک بشه تا بتونیم بعد خامه رو بهش اضافه کنید. خامتون هم توی فریز می‌ریزید. از این ماسوره ای استفاده کنید که تقریبا نوک گرد و تیزی داشته باشه که راحت تر بتونید خامه رو اضافه کنید. حتی اگر قیف ندارید میتونید از طریق قاشق هم این کار رو بکنید، یعنی به جای این که بخواید از ته نونتون خامه رو اضافه بکنید، میتونید با چاقو نصف کنید نونتون رو، خامه رو با قاشق بریزید و به هم بچسبونید. همونطور که میبینید سایزهای مختلفی اینجا دارم، فقط میخواستم نشون بدم که شما بنا به سلیقه خودتون میتونید نخامه بزرگ یا کوچیک داشته باشید، یا حتی میتونید از ماسورهای مختلف استفاده کنید برای شکلهای مختلف. حالا من از این بزرگه شروع میکنم چون ماسورم تهش تیزه، فقط به اندازه یک دونه سوراخ خیلی کوچیک زیر نونمون ایجاد میکنم و با یه فشار خیلی کوچیک میتونم خامه رو اضافه کنم توی نونم و همونطور که میبینید این کم کم بزرگتر میشه و یکی دوتا هم از این کوچولو ها بهتون نشون میدم. تهش رو یه سوراخ کوچیک و یک کوچولو فشارم روی قیفتون میارید و به این صورت پر از خامه میشه. یک کوچولو هم بچرخونید که به همه طرف نونتون خامه اضافه بشه. دوستان عزیز، نخامه ما حاضر شد. امیدوارم که درست کنید و لذت ببرید. تا ویدیوهای بعدی من مواظب خودتون باشید.